همچون دیگر شهر و نوحیه های مملکت در نوحیه ورزاب نوروزی بین المللی با دستاورت های ارزنده دوران صاحب استقلالی افتتاح یک زمره انشاءات گوناگون تعینات و شادی و سرور ساکنان و مهمانان آن جشن گرفته شد. در این روز صحن مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 به نام قربان سنگینی فضای ایدونه داشت، زیرا این مؤسسه مکان برگزاری چهارمینی نوروزی اهل دهات غجنه جماعت دهات ورزاب انتخاب شده بود. این مکتب به خاطر سهم گذاشتن در رشد دهه و در روحیه وطن دوستی تربیه نمودن شاگردان به نام او گذاشته شده است. در این روز به خاطر سزاوار تجلیل نمودن 30 سالگرد استقلالیت دولتی با اشتراک رهبریت نوحیه ورزاب، نمایندگان یک قطار وزارت و اداره ها و وکیلان خلق، میدانچه پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 به نام قربان سنگینی افتتاح یافت. قبلا در صحن حولی این مکتب چونین میدانچه موجود نبود و آن در دایره سیاست بنیادکارانه رهبریت عالی دولت و حکومت مملکت از طرف صاحب کارزن وطن دوست نوحیه زبونیسا سنگینوا در کوتاه‌ترین فرصت بنیاد گردید. با قول زبونیسا، پدر شادروانش همیشه فرزندان را در روحیه وطن دوستی تربیه می نمود. تمام شاعران نویسندگان در وصل وطن خود، نوحیه خود، دهه خود یک سرود، یک شعر، یک چیز ایجاد میکنم. از آن جمله پدری من، پدر قربان جان سنگینی، در وصف ورزوب خودشون، دهه خودکی غزنیشون، شعر با نام غزنی محبوب من نوشتم. اختر و دور زمانی من توی، خالق جان جهانی من توی، خانه جاوید مکانی من توی، مادر محبوب غزنی عزیز. میدانچه مذکور برای برگزار نمودن چهارمینی های گوناگون فرهنگی و معرفتی بسیار موافق می باشد. همزمان در این روز با اشتراک رهبریت نوحیه ورزاب و دیگر مهمانان، بینای درآمدگاه و آثارخانه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 به نام قربان سنگینی افتتاح یافت. در آثارخانه کتاب های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، یادگاری های تاریخی از حدود نوحیه ورزاب و دهات غجنه بازیافت شده، عکس و مصوره های تاریخی و دیگر آلات های مهنت که تاریخ گوناگون دارند محفوظ نگاه داشته می شوند. سهم قربان جان سنگینی در رشد و نمو دهه، محله و نوحیه نهایت بزرگ است، از جمله برای تربیه وطن دوستی و حس ملی و میهن پرستی جوانان و نسلی که امروز قرار دارند نهایت زیاد می باشد. قربان جان سنگینی در برابر شاعر و نویسنده بودنشون اینچنین شخصی روشن فکر و آبادکار نیز بودند، چنانه که از مجموعه کتاب های این کس برمی آید به واسطه برای پیشرفت جامعه، برای آبادی جامعه و برای رشد و نمو تاجیکستان عزیزمون کوشش ها کردند و سهم خود را گذاشتند. دستی کمک دراز نمودن به شخصانی دارای امکانیت محدود، یتیمان و معیوبان، اویله های کم بزاعت و دیگر شخصان احتیاجمند سالهای اخیر در بین مردم به حکم انانه در اومده است و در عرفه و ایام اید و جشنها در حق چنین شخصان غمخوری ظاهر میگردد. با این مقصد با مساعدت مقامات اجرایی حکومت دولتی نوحیه ورزاب، وکیل نوحیه دانیار سنگینوف و دیگر شخصان سخاوتمند به 10 اویله نیازمند کمک یک دفعینه از قبیل ارد و روغن رسانیده شد. انجام دادن عملهای آبادانی در عرفه همه اید و ایام، مخصوصا جشن نوروز، از قدیم خاصی مردم تمدن‌آفر تاجیک بود. به خاطر ادامه دادن کار و پیکار گذشتگان و سهم گذاشتن در باز هم سرسبز و خرم گردانیدن محیط اطراف، ساکنان جماعت در تل و تپه ها بیش از 400 بیخ درختان همیشه سبز شینانیدند. دهه غجنه که در یکی از مواضع های زیبا و دلفریب نوحیه ورزاب جایگیر شده است، با شینانیدن این مقدار درختان همیشه سبز باز هم زیباتر گردید. چنانه که اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قید میکنند، ما باید زیرکی سیاسی را از دست ندهیم و برای پیشرفت و انکشاف جامعه امروزه خود سهم خود را گذاریم. منطق و فلسفه و ماهیت نوروز از دانش و خیرد، مهر و محبت، صلح و ثبات و شادی و نشاط عبارت بوده، در طول تاریخ برای مردم تاجیک همچون عامل هستی‌ساز و متحد کننده خدمت نموده است. دستورخوان نوروزی ساکنان دهات مذکور با هفت‌سین و هفت‌چین آرا یافته، گلدوزی و دیگر دسترنج ساکنان از هنرمند بودنشان شهادت می‌داد.
قید کردن به مورد است که امروز ها مسئولین، صاحب کاران و دیگر ساکنان وطن دوست ناحیه ورزاب بحری در سطح بلند تجلیل نمودن جشن عمومی ملی 30مین سالگرد استقلال دولتی در دایره اعلام گردیدن سالهای 2019-2021 همچون سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی کارهای زیادی بنیادکاری را روی دست گرفتند که در نتیجه عملی شدن آنها هم حسن ناحیه زیباتر می‌گردد و هم سطح صفت زندگی مردم بهتر و خوبتر.